سلام به همه دوستان روز و شبتون بخیر باشه من احمد شالباف هستم توی این ویدیو میخوام همه چیز در رابطه با تبلت رو براتون توضیح بدم تا تو اگر احیانا باش آشنا نیستین باش آشنا بشین و هرچی زودتر یه مدلش رو برای خودتون تهیه کنید چرا که تبلت برای کسی که عکس دید میکنه و با فوتوشاپ کار میکنه از نون شب هم براش واجب تره مثل همیشه اول بگم که اگر اولین بار ویدیوی من رو میبینید و تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا کانال هم رو سابسکرایب کنین روی زنگوله کنارش هم کلیک بکنین تا به محض اینکه ویدیوی رو آپلود کردم از طریق نوتیفیکیشن متوجه بشین و بریم ویدیو رو نگاه کنین من یه سری نکته اینجا نوشتم تا چیزی رو فراموش نکنم و یا چیزی از قلم نیفته از اولی شروع کنیم و اون این که چرا باید تبلت بخریم چرا با ماوس نمیشه عکس رو کرد یه ویژگی خیلی مهم می داره تبلت و اون این که این پن یا قلم جوری طراحی شده که نسبت به فشاری که شما وارد می‌کنین حساسه و با تغییر مقدار فشار میتونید یه سری ها توی فتوشاپ رو تغییر بدید مثلا میتونید تنظیم کنید که اگر من پن رو یا قلم رو بیشتر فشار بدم مقدار فلو افزایش پیدا کنه یا مقدار اوپاسیتی افزایش پیدا کنه یا مثلا سایز براش رو میتونم تغییر بدم یه سری ویژگی اینچنینی خیلی بهتون کمک میکنه تا سریعتر بتونید عکس رو ادیت بکنید و یه سری تکنیک ها مثلا و حالا توی عکاسی پورتریت توی لندسکپ یا جای مختلف با دقت و سرعت بیشتری انجام بدید بعضی کارا رو با پن میشه انجام داد ولی با ماوس تقریبا نمیشه انجام داد مثلا زمانی که شما میخواد یه منحنی بکشید فرض کنید ما توی عکاسی پورتری یا اکاسی مثلا بیوتی میخوایم برای سوژه موجه بکشید خب کشیدن موجه با ماس فوق العاده سخته و شاید بشه گفت غیر ممکن البته با یه روش های میشه این کار رو انجام داد ولی کارتون خیلی سخت میشه مثلا یه آپشنی هست توی قسمت براش به اسم سموتینگ که اگر اون پارامتر رو زیاد کنید با ماس هم میتونید منحنی یا مثلا موجه بکشید ولی کارتون سخت میشه پن خیلی خوش دستر سبا که شما مدت زمان زیادتری رو میتونید ادیت کنید و احساس خستگی نکنید در صورتی که کار کردن با ماس میتونه دست رو زودتر خسته بکنه خلاصه اینکه اگر یه دونه تبلت داشته باشین و با استفاده از اون بخواین عکس ادیت بکنین میبینید که کارتون خیلی راحت و خیلی بهتر میتونید عکس رو ادیت بکنید زمانی که به تبلت عادت بکنید ماوس رو برای همیشه میذارین کنار البته موقع ادیت کردن تفاوت ادیت کردن با تبلت با ماوس مثل اینی که شما وقتی میخواین بریم بیرون با دمپای بریم بیرون یا با کفش بریم بیرون در این حد با همدیگه فرق میکنن و اصولا من فکر نمی کنم با ماوس بشه یه عکس خیلی خوب ادیت کرد البته میدونم قیمتش بالاست و مخصوصا الان به راحتی نمیشه ایگیشو تهیه کرد ولی فرض کن اگر یه نفر میخواد برای دوربینش یه لنز دومی تهیه بکنه و هنوز تبلت نداره به نظر من انقدر تبلت مهمه که بهتر یه دونه تبلت تهیه بکنه تا بخواد یه لنز دوم برای دوربینش بخره خب بریم سراغ اندازش ببینید این مدلی که من دارم برند وکامه سایز میدیم یا همون میدیوم سه تا سایز داره این مدل البته حالا در مورد برندهای دیگه من اطلاعی ندارم من فقط در مورد تبلت و کام میخوام صحبت کنم سایز اسمال داره میدیوم و لارج لارجش برای کسایی هستش که کار دیجیتال پینتینگ انجام میدن، یعنی نقاشی میکشن و کارهای اینجوری طراحی میکنن به درد ادیتورهای عکس نمیخوره میمونه سایز میدیوم و اسمال شاید من اطلاعاتی که الان دارم رو قبلا داشتم سایز اسمالش رو میخریدم حالا جدا از اینکه سایز میدیمش خب بزرگتر از اسماله ولی یه نکته خیلی مهم است یه تفاوت مهم داره با سایز اسمال و اونم اینه که میزان حساسیت به فشار این دوتا مدل با همدیگه متفاوته فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سایز میدیم و سایز لارجش حدود 8000 واحد به فشار حساسه ولی سایز اسمالش فکر میکنم حدود 5000 واحد خب آیا این موضوع یا این نکته مهمیه حتما مثلا 8000 واحد خیلی بهتره راستش رو بخوای من خیلی وقتا اونقدر از این حساسیت به فشارش استفاده نمی کنم. یعنی اینکه میزان حساسیتش رو انقدر کم کردم که خیلی اصلا نیازی نیست پن و فشار بدم بنابراین احساس میکنم همون 5000 واحد حساسیت به فشارم کافی یعنی تفاوت خیلی فاحشی نداره که اگر این سایز رو داشته باشم یا این مقدار حساسیت به فشار همون 8000 واحد داشته باشم ادیتم هم خیلی فرق میکنه اصلا همچین چیزی نیست و یه نکته دیگه این که شما وقتی تبلت با این سایز رو داشته باشین چهار تا گوشش چهار تا خط کشیده یعنی در واقع این محدوده محدوده فعال هستش تو این محدوده پنتون کار میکنه من اصلا از تمام مساحت این استفاده نمی کنم. شما تو قسمت تنظیماتش میتونید مشخص کنی که چه مقدار از این سطح رو میخواید فعال نگه دارید و چه مقدارش میخواید غیر فعال کنید من فقط این گوشه رو یه مقدار خیلی کم به اندازه دو تا قوطی کبریتش رو فعال نگه داشتم و بقیهش غیر فعاله دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر تمام سطح تبلت فعال باشه شما زمانی که میخواید ماوس رو از یه طرف صفحه به یه طرف دیگه ببرید باید دستتون رو کامل روی این تبلت حرکت بدید و این برای من یه خیلی احساس راحتی نداشت یعنی خیلی احساس راحتی نمیکردم وقتی بخوام تمام دستم رو دائم جا به بکنم بنابراین وقتی محدوده فعال رو کوچیک کردم بدون اینکه که بخوام موشم رو از روی تبلت برم کنم خیلی راحت میتونم ماسم رو به هر سمتی که میخوام ببرم البته باید عادت بکنین هر کسی اه هر کسی یه جوری دوست داره هر کسی یه جوری احساس راحتی میکنه خیلی مهم نیست این موضوع ولی داشتن تبلت با سایز کوچیک هم داشتن تبلت با سایز کوچیک هم نیاز شما رو برآورده میکنه مخصوصا الان با توجه به این قیمت هایی که توی بازار هست خب پس این از اندازه این تبلت ها به نظر من سایز اسمالش هم جواب خیلی از کاربرا رو میده در رابطه با دکمهایی که اینجا هست باز یه توضیح بدم من باز تمام این دکمه‌ای که اینجا هست رو غیر فعال کردم هرچند که بعضی شد از نظر شما خیلی کاربردی باشه مثلا این قسمت تاچه شما میتونید مشخص کنی که من اگر اینو به صورت ساعتگرد دستم رو بچرخونم روی عکستون زوم کنه یا اگر برعکس خلاف عقب با ساعت بچرخونم مثلا زوم اوت بکنه یا اینکه هرکدوم از این دکمه رو میتونید یه شرکاتی براشون در نظر بگیرید مثلا اگر یه ابزار خیلی استفاده میکنید این شرکاتش رو اینجا بذارید به مثل این دکمه فشار میدید مثلا اون ابزار براتون انتخاب بکنه به نظر من این ویژگی ها یعنی این دکمه که روی تبلت هست خیلی به درد من نمیخورد من همشون رو غیر فعال کردم میتونید از این تبلت به عنوان تاچ پد هم استفاده بکنید یعنی از از قلم استفاده نکنید تمام صدش رو فعال نگه دارید اگر بخواید با دستتون بیکاری کاری انجام بدین از طریق این صفحه بتونید انجام بدین خب دکمه روی تبلت رو هم گفتم محدوده فعال روی تبلت رو هم گفتم از این تبلت هم میتونید به صورت بی سیم استفاده کنید یعنی از طریق بلوتوث و هم میتونید کابلش رو وصل بکنی از طریق یو اس و باش کار بکنی منتها یه موضوع خیلی مهم هست و اینکه آدم اول فکر میکنه خب وقتی از طریق بی سیم میشه استفاده کرد چه نیازی به کابل داره سرعت انتقال دیتا از طریق بلوتوث خیلی کمتر از کابل یعنی خیلی کمتر که نمیشه گفت ولی کاملا مشخصه کمتره زمانی که شما خیلی سریع میخواین براش بزنین وقتی از حالت بی سیم استفاده میکنین ببینید که براشتون لک پیدا میکنه و کن میشه یعنی شما به محض اینکه دستتون رو حرکت میدین گاهی وقتا همون لحظه عینا براش جابجا نمیشه ممکنه در حد چند میلی ثانیه اختلاف وجود داشته باشه و این اصابتون رو خورد میکنه بنابراین من خودم همیشه کابلش رو وصل میکنم و از طریق کابلش استفاده میکنم ولی اگر بخواید به صورت بیسیم هم استفاده کنید اگر خیلی کار سریع انجام نمیدید تفاوتی با زمانی که از کابلش استفاده میکنید نداره باتریش هم فوق با دوامه یعنی اگر بخواید از حالت بیسیم استفاده کنید ساعت ها میتونید باش کار بکنید هیچ مشکلی نداره در رابطه با قلم یه چیزی تا یادم نرفته این هم نکته خیلی مهمه من فکر میکنم که اگر این تبلت رو بخرم دیگه تا زمانی که مشکل فنی خاصی پیدا نکنه میتونم ازش استفاده کنم ولی اینجوری نیست گویا از سال 2017 به بعد شرکت وکام تصمیم گرفته که این نوک قلم ها رو جوری طراحی بکنه که فرسایش داشته باشن یعنی مثل مداد معمولی هر چقدر که بیشتر استفاده کنین این نوک مصرف میشه و وقتی که نوکش تمام میشه باید یه نوک جدید بخرین دلیلشون این بوده که با این کار حس خیلی طبیعی تری داشتین وقتی میخواین از این قلم استفاده بکنید داخل خود این بیسش من اینو باز کنم داخل خود 6 تا قلم 6 تا نوک معمولی و 4 تا یه نوک دیگه سال حالا من اسمش یادم نیست ولی یه نوکی هستش که هیچ وقتش ازش استفاده نمی کنم هر کدوم از این نوک های معمولی دوام خیلی زیادی دارن من از زمانی که این تبلت رو خریدم فکر میکنم تا حالا سه تا نوک بیشتر مصرف نشده و یه نکته خیلی مهم اینکه این, که این ها چقدر سریع تمام بشن کاملا به خود شما بستگی داره اگر حساسیت به فشار رو کم بکنید حالا میزان حساسیت به فشار رو داخل پراپرتیز داخل تنظیمات خود درایورش میتونه انجام بدین من دیگه وارد اون قسمت نمیشم ولی اگر حساسیتش کم باشه یعنی شما بخواید پنو خیلی خیلی زیاد فشار بدین و مثلا تغییرات کمی رو احساس بکنین خب هر چقدر که بیشتر فشار بدین طبیعیه که نک بیشتر مصرف میشه این یه مداد معمولی ولی من حساسیتش خیلی کم حساسیتش خیلی زیاد کردم یعنی اصلا نیازی ندارم که پنو خیلی فشار بدم بنابراین از بعضی از این نوک حتی تا 6 ماه هم استفاده کردم اگر ها تموم بشه یعنی این 6 تا نوکی که داخل این مجموعه وجود داره تموم بشه باید بستای نوکش رو جداگونه بخریم فکر میکنم یه چیز حدود 10 دلار قیمتش باشه حالا با دلار روس حساب کنید ببینید چقدر میشه ولی این موضوع <تصفح> به نظر من اونقدر مهم نیست همونطور که گفتم من حساسیتش رو زیاد کردم مصرف نوکم خیلی خیلی کمه شاید تو سال بخوام دو تا دونه نک مصرف بکنم خب اینم در رابطه با نوکش اگر بخواید نوکش رو عوض بکنین تا این بیسش یه سوراخ خیلی کوچیک وجود داره کافیه که پن رو بکنید داخل سوراخ و به راحتی پرد میشه بیرون نه به راحتی در میاد نوک خیلی ظریف و کوچولویی هم داره یه نکته در رابطه با خود این پن بهتون بگم نمیدونم قیمت این پن الان جداگونه چنده ولی این چیزی که میدونم اینه که این پن به ضربه فوق العاده حساسه یعنی اگر از روی میز قل بخوره بیفته رو زمین فاتحش خونده است فکر می کنم دو میلیون تومن اگر اشتباه نکنم الان آبان ماه 98 99 قیمتش باشه بنابراین وقتی که پن روی این بیسش قرار میدین ممکنه که داری تمیز میکنین اینجا رو بارها برای خود من پیش اومده دستتون بخوره و این بخواد بیفته پایین برای اینکه این اتفاق وحشتناک نیفته من اومدم بیسش رو میذارم داخل یه محافظ دیگه و بعد پن رو میذارم اینجا همین قبل از اینکه ویدیو این ویدیو رو بخوام بگیرم داشتم اینجا یه خود رو مرتب میکردم یه بار دستم خورد خداش این تو اگر این میافتاد زمین نه تنها عمر هنری من به پایان میرسید ممکن بود عمر خودم هم تمام بشه چون دیگه واقعا با این وضعی که اینا تهیه کردن یه دونه پن دیگه خیلی سخته زمینی که من یه گربه هم دارم بعضی وقتا میاد روی میز نمیدونم گربه ها رو میشناسی یا نه مرض دارن دوست دارن یه چیزی از رو میز بندازن پایین چیزهای کوچولو اگه داشته باشین کلید سکه اینم بارها میخواسته بندازه پایین خدا رو شکر این تو هیچ اتفاقی نیفتاده خب در مورد دستکش من همیشه وقتی با تبلت کار میکنم یه دستکش دستم هست اون اوایل بعضی فکر کردن که دستم آسیب دیده نه وقتی دستتون برای یه مدت زمان اینجا باشه حالا بازم بستگی به هر آدمی داره من دستم خیلی زود عرق میکنم و حس خوبی ندارم اصولا دستم روی چیزی کشیده بشه وقتی هم میخوام یه چیزی رو تمیز کنم حتما باید دستکش بذارم من اون دستکش رو میذارم تا دستم خیلی راحت تر روی این تبلت حرکت بکنه ولی هیچ چیز اجباری نیستش ممکنه اصلا شما نیاز نداشته باشین این کار رو بکنید. در مورد قیمتش فکر میکنم سایز میدیومش حدود بین 350 تا 400 دلاره. الان قبل از اینکه این ویدیو رو بگیرم نگاه میکردم توی ایران حدود 15 میلیون تومن سایز میدیومش هست و سایز اسمالش حدود 9 میلیون حالا تا 9 میلیون و 500 قیمتشه میدونم قیمت خیلی زیاده ولی داشتن یه همچین چیزی روی روتوشتون فوقلاده تاثیر میذاره روی ادیت عکستون تاثیر میذاره و همونطوری که گفتم اگر بهش عادت بکنین دیگه سراغ ماوس نمیرین یه نکته دیگه اگر قصد خریدش رو دارین به معنی اینکه تبلت رو میخرین چون بهش عادت ندارین ممکنه یه هفته اول انقدر اعصابتون رو خورد بکنه که بخواین تبلت و پنش رو پرت بکنه بگین چرا این همه پول دادم و همچین چیز آشخالی خریدم اولش همه همین حسو دارن خیلی باش سخت کار بکنی. به خاطر اینکه این پن یه ذر از این سطح تبلت بلند میشه ممکن اون پوینتر یا ماستون شروع کنه به تکون خوردن یا اینکه عادت نداشته باشین خلاصه باش کار بکنی اصابتون خورد بکنه ولی این کاملا طبیعیه یه هفته یا دو هفته طول میکشه بهش عادت میکنی و بعدش میبینی که چقدر کارتون سریعتر انجام میشه از تبلت نه تنها توی فتوشاپ توی خیلی از برنامه دیگه میشه استفاده کرد توی محیط خود ویندوز هم میتونی استفاده کنی ولی ارزش نداره به خاطر اینکه توی محیط ویندوز به نظر من کار کردن با ماوس راحت تره برای کسایی که ویدیو ادیت میکنن بگم که تبلت فکر میکنم اصلا به دردشون نمیخوره یعنی بعید میدونم برای کسی که کار ادیت ویدیو انجام میده تبلت به دردش بخوره مخصوصا توی یه برنامه مثل پریمیر من حتی چند دقیقه هم نمیتونم با این کار بکنم اصلا به دردمون نمیخوره بس کسایی که ویدیو ادیت میکنن به فکر تبلت نباشن در رابطه با دکمه که روی این پین وجود داره دو تا دکمه است که این دو تا دکمه رو میتونید تنظیم کنید مثلا یکیش راید کلیک باشه یکیش لف کلیک باشه یا اینکه مثلا مشخص کنید من یکی از دکمه رو میخوام فشار بدم مثلا ابزار براش انتخاب بشه تایش هم یه پاککن داره که البته از این پاکنشم اصلا استفاده نمیشه یهک چیز فانتزیه به نخوره به نظر من دیگه ارز کنم به خدمتتون از وقتی این تبلت رو درایورش رو اینستال میکنین این تبلت که بخرین خودش هیچ درایوری نداره باید از وبسایت خودش درایورش رو بگیرین میتونید مشخص کنید داخل هر برنامه ای تنظیمات متفاوتی داشته باشه یعنی نیاز نیست هر بار که سویچ میکنید توی برنامه تنظیمات رو عوض کنید مثلا من توی فتوشاپ سطح حساس به در واقع فضای اکتیو رو یه مقداری مشخص کردم میتونم توی برنامه دیگه مقدار دیگه مشخص کنم تمام این دکمه ها رو هم میتونم کاستومایز کنم توی هر برنامه یه عملکرد متفاوت داشته باشن خلاصه اینکه حتما به فکر خرید یه مدل از این تبلت ها باشید توی ایران هم الان موجود هست دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه در رابطه با این تبلت سعی کردم توضیحاتم کامل باشه اگر احیانا هنوز هم سوالی تو ذهنتون هست که من جواب ندادم لطفا توی قسمت کامنت ها بپرسید امیدوارم که اونجا بتونم راهنماییتون کنم خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تا تا نگاه کردید روز و شب خیلی خوبی داشته باشید و خداحافظ